بسم الله الرحمن الرحیم با عرز. سلام احترام آرزو دارم جور و صدمن باشین بیننده خوب نازنین تشکر که برنامه را میبینین شاگرده عزیز درس های جیولوجی است و به درس نوهام بخش سیوم کتاب رسیدیم و امروز دوم قوس 14 سده شمسی است عنوان از پروسه های خارجی ما در مضمون جیولوژی یکی قسمت‌های عمیق زمینه طبقات زمینه مطالعه می‌کنیم، یکی هم سطح زمینه سطح زمینه به نام پروسه های خارجی یاد می‌کنند که چه تغییرات در سطح زمین در اثر حرکت آب و زلزله و اینا به وجود میاد پروسه های خارجی یا فعالیت‌های های جیولوژیکی سطحی از سبب نامیده می‌شوند که در سطح زمین در هوای آزاد صورت میگیرد عوامل هم که در این پروسه رول دارد اتموسفیر، بایوسفیر و آیدروسفیر میباشد اینا سوال می‌کنم میگم عوامل عمدی پروسه های خارجی کدام است شما میگین اتمسفیر با اسفیر اگر اگه میره چارج جوابی کنکور بیاره همه جواب برای اینکه در رابطه با این پروسه بهتر بدانید و سوالاتی که نستان به وجود داره حل شود مطالعه فصل های این بخش که موضوعات مختلف در آن گنجانده شده شما را در دریافت جواب کمک میکنه شاید بپرسید پروسه را که سبب تحولات بزرگ در سطح زمین میگردد در چند صفحه کتاب چگونه گنجانده شده خب مختصرا ناچاری است بله های خارجی تغییرات زیادی را در سطح و قشر با وجود می قشر زمین البته به همین لحاظ دانش دانشمندان سعی نمودند تا این پروسه را در جهت معین چون تخریب و نرم شدن احجار سنگا چطور نرم میشه و تخریب میشه انتقال یا ترانسپورتیشن احجار سنگا چطور انتقال میکنه تجمی محصولات مخروبه در رفتگی و ایجاد طبقات و های جدید مطالعه کند مطالعه گسترده این جهات کمک می کند تا با عمق موضوعات رفته و منشه عملیات را جستجو و دریافت نمایه فصل اول دی بخش فعالیت جیولوجیکی آبهای سطحی آبها چی فعالیت میکنند همه ما و شما دریاها آبها و جویها را نهرها را که آبهای سطحی در آن جریان دارد دیده ایم. آیا فکر کرده اید که این دریاها چگونه تشکیل میشوند و چگونه سبب تخریب و انتقال ترسو میشه تا فکر کردین شاید کرده باشین نه نکردین کردین نه فکر کنین آبهای سطحی یا جاری مجموعی از بارندگی های اتموسفیر است امی آبا از کجا میشه؟ از اثر بارندگی با وجود ابر کجا است؟ در یکی بارندگی بعدش باز اگر برف باریده بود برف ها بایستگی زوب میشه زوب برف و یخبند ها و آبهای خارج شده از زیر زمین میباشد آبای سطح زمین چی است یا باران باریده یا برف باریده ذوب میشه یا از زیر زمین چشمه ها میبره زمانی که بارندگی به وقوع میپیمده جریانات کوچک در سطح زمین جاری گرده که به زودی جریانات کوچک با هم یک جا شده دریاچه ها و دریاها را تشکیل میده کم 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 چند کوچک یک جا میشه یک بزرگ تداوم جریان و مقدار آبهای جاری مربوط به مقدار بارندگی ها زوب برف و یخ و مقدار آبهای خارج شده از زمین میباشه اگر از ما شما پرسان کنه که بزرگی دریا یا حجم زیاد آب مربوط چی هست یک میگه مربوط بارندگی است جایی که زیاد بباره زیاد آب میباشه جایی که چشمه ها زیاد باشه زیاد جایی که برف از زیاد آب و زیاد میباشه سرعت حرکت آب مربوط به مقدار آب زاویه میلان بستر دریا و بعضی خصوصیات دره ها و وادی هاست اگر از ما سوال کنه که سرعت جریان دریا مربوط چیست یک میگه مقدار آب چی آب زیاد باشه سرعت جریان زیاد است دو میلان چی میل زیاد باشه نشیب زیاد باشه سرعت زیاد است و سوم خصوصیات دره ها بعضی دره ها زیاد است نظر به تنگ بودن دره و کلان بودن دره سرعت فرق میکنه. کنه هنگام تصادم آب با نامواری های بستر دریا و سواحل دریا سرعت جریان آب کاهش پیدا میکنه و جریان های جداگانه از پایین به بالا و از بالا به پایین و مایل نسبت به سمت دومی جریان تغییر جهت می دهند که این سبب تلاطم آب می گردد دیدین وقتی سنگ پیش روش میاد یا دره تنگ میشه میبینی آب تلاتم پیدا میکنه و کناره ها را شستشو میکنه اینمی تلاتم است کنار دره و دریا را تخریب کرده میره و مواد مخروبه را با خود انتقال میده ریگی که تولید میشه و را با خود میبره سرعت و مقدار آب در انگام زوب برف در بهار و زوب شدن یخچال های یخبندان در تابستان دو تا سه مرتبه افزایش میابد وقتی که برف ها میشه دریا آب, آب خیزان میشه یخوا زوب میشه دریا دو تا سه برابر زیاد میشه فعالیت آب آبهای سطحی عبارتند از سعی کنید چه فعالیت داره آبهای جیولوژیکی چه فعالیت یک تخریب احجار یا سنگها در بستر دریا در او در وادی این یک فعالیتش دو انتقال مواد دانه سه ترسب مواد دانه تخریب میکنه انتقال میته و یک جای رسوب میکنه این فعالیت های آب‌های سطحی است میتونه در کنکور پیشتون بیاره که آب‌های سطحی چند فعالیت داره سه تا دا. تخریب انتقال رسوب اول عمل تخریباتی آبهای جاری چی تخریبات میکنه دریاها و دریاچه ها معمولا دو نوع عمل تخریباتی دارن که یکی آن عمقی و دیگر آن جانبی میباشه یکی عمق تخریب کرده میره یکی جانبار رو تخریب میکنه بستر دریا توسط آب دریا تخریب عمقی و تخریب دیواره و کناره تخریب جانبی مینامند خود بستر دریا که تخریب شده میره این بستر ام... تخریب عمقی است کنارای دریا که تخریب شده میره جانبی است تخریب هم در قطع مقدمه برای تخریب جانبی شمرده میشه همین کم تخریب شده برای جانب هم تخریب میشه بر اندازه که تخریب هم زیاد باشه در که دریا در آن جریان دارد تنگ و دیوارایان به شکل عمودی بلند میگره هر که بستر دریا تخریب شده برای دره عمیق شده میره و دو طرف تنگ شده میره سرعت تخریب امقی مربوط به عوامل مختلف از قبیل درجه سختی احجار اگر سنگ ها سخت باشه کم تخریب میشه اگر سنگ نرم باشه زیاد تخریب میشه میلان بستر دریا که چقه داره هرچی میلان زیاد ما قشدت سرعت آب زیاد تخریب زیاد و مقدار آب است یک دریایی که آبش کم است کم تخریب میکنه که آبش زیاد است زیاد تخریب میکنه در بستر دریا میتواند ساحات همواری تشکیل گردند که به نام تیراس های ارزی یاد میگردند میتواند شما سوال بره کنکور که ساحات همواری که در بستر دریا شکل میگره به نام چی یاد میشه به نام تیراس های ارزیاب زیاد تخریب سنگ های بستر دریا بعضا نسبت سختی ها متفاوت سنگ های بستر فراز و نشی پیدا نموده که سبب با وجود آمدن آبشار میشه بعضی وقت در سرم تخریب آبشار با وجود. آبشار های خیلی قشنگ وزیم در مسیر دریای کابل در ناهی تنگ غارو دریای سالنگ و دیگر های افغانستان قرار داره دریای کابل که متاسفانه حال خراب است ای کاش مسئولین برش فکر کنه جریان آب از بعضی های دیگه بعد کابل و دریای کابل زد کنه همین دریا دوباره زیبایی و مقبولی و پاکی خود بدست دست آبشارها دارای ارتفاعات زیاد می باشند مثلا آبشار کولومبو در مسیر دریای زامبیزی افریقا 427 متر ارتفاع داره چی آبشار مقبولی؟ عرض آبشارها مربوط مربوط برز دریا و مقدار آب از هرچی آب دریا زیاد باشه اونمه قرض آبشار هم زیاد نی باشه مثلا آبشار ای گواسو در مسیر دریای پاران در آمریکای جنوبی یریسترین آبشار است 2700 متر به به بسیار ارزش است ضربات شدید آب در قسمت تحتانی آبشار چقوری های دیگمانن را ایجاد می کند که کف آنها پایین از مقتی طولی دریا می باشد این دریاز آبشار خورده می رینه مثل جمع فرو رفتگی پیدا می کند از سطح کده فرو رفتگی میفهمین اینا رو که عملا به چشم گردش آب در چنین دیگه ها سبب تخریب و شوی احجار میگرده توری قبلا تذکر داده شد حالا بر تخریب اونقی تخریب جانبی نیست سیرات خود را در تشکیل درهها، وارد می نمید. آب قابلیت شوی دیوار های جانبی و ها و درار داشته و آن را عریض می سازد هرچقدر جانب تخریب کنند دریا عریض شده میره. عمقه که دریا عمیق و اگر جانب باید تخریب کنه عریض تخریب جانبی زیادتر در وقت زیاد شدید آب در دریای یعنی در موسم آبخیزی شدید میباشه از شما سوال میکنه که چی وقت تخریب زیاد می در موسم آبخیزی موسم آبخیزی چی وقت بود وقتی که هوا گرم میشه موسم آبخیزی صورت میکنه هرگاه تخریب جانبی دریا بیشتر و شدید باشد در شکل عرفی وی را بر خود میگیره چون دو طرف زیاد تخریب میره در صورت توسعه دامنه تخریب به مرور زمان شکل فوق به شکل حرف یو تغییر می کند که در این صورت نظر به تقویت شدید تخریب جانبی در عریض گریده که ارزان چندین مرتبه زیادتر از امپان می گرده هر چی زیادتر تخریب شود ارزش زیادتر میشه. اول تخریب بود تخریب فهمیدیم در اثر حرکات آب هر چی شدت آب مقدار آب بیشتر باشه میلان زیاد باشه سنگ نرم باشه تخریب زیادتر است. دوم انتقال مواد دانه دار است دیوارهای ساحلی در نتیجه پروسه تخریباتی آب جاری تخریب میگردد سنگ های تخریب شده تا آب به سمت جریان منتقل میشه اون طرف آب میره سنگ کد خود میبره مواد میده دانه به شکل شناور و مواد بزرگ دانه به شکل غلطان در سر دریا اوای خورده است به شکل جریان مثل جریان آب به شکل معلق در آب میره اونایی که کلان است به شکل لول خورده لول خورده غلطان حرکت میکنه بر اندازه که سرعت حرکت آب زیاد باشد به با همان اندازه مواد تخریب شده به شکل شناور و غلطان به بستر دریا منتقل می شود مثلا آب با سرعت 0.16 متر فی ثانیه سرمریگ را می بره و با سرعت 12 متر فی ثانیه کندسنگ ها را کجمان 500 سانتی متر مکب باشه انتقال می ده می از شما سوال کنم که آب در کدام سرعت سرمه انتقال میده در صفر شیر متر فی و با کدام سرعت سنگ های کلانتر 12 متر فی مقدار موادی که به حالت شناور توسط دریا ها عمل میگردن میلیون ها در یک سال اندازه گری شده در یک سال میلون ها انتقال میده دریای والگا در روسیه سالانه 43 میلیون تن په په, په په و دریای کوستانی سن 446 میلیون تن و دریای آموی خود ما و شما 570 میلیون تن مواد را انتقال میتونه میتون از اینام یک سوال یک بیاره امی امور برتون بیاره که دریای امو سالانه چقدر مواد کت خود انتقال میته 570 تن 570 میلیون مواد منتقل توسط جریان آب در ابتدا به شکل تیغه بوده بعد از آن فاصله زیاد را میپیمد به شکل لش و سیقل شده در میآید کندسنگ ها و جغل سنگ ها بر اساس استیکاک یک با دیگر و بستر دریا تولید میکند قسمت اعظم حجم خود را از دست میده چون سایده میشه دیگه کنده ها به جغل سنگ و سنگ چلو و بلاخره سنگ چلو به ریک تبدیل میشه از سر لود خوردن و ملاخ خوردن و استیکاک اما تو خورد شده میره به تاون اون گفته میشد که جغل سنگ بعد از تای فاصله هزار کیلومتر با هر کسافتی که باشد در مسیر جریان آب شکل ریک را به خود میگرد یا یک سوال اگ میباشد که چی وقت کنده سنگ به شکل ریک تبدیل میشه میگی در فاصله هزار کیلومتر. هزار کیلومتر که در آب لول بلاخره از امین لحاظ است که در دهانی وادی های دریایی مناطق قموار به جز ریک هیچ مواد بزرگ دانه جغل سنگ و سنگ چل به مشاهده کل ریگ میشه مثل کنار بحرها رو میبینین ریک است این دو تخریب و انتقال مواد دانه دار سیوم ترسوب مواد دانه دار بالاخره اینا رسوب میکنه قبلا گفتیم که مواد دانه دار با جسامت های مختلف تا از جریان آب انتقال میابند زمانی که سرعت جریان آب کاهش ميابند. مواد دار نیز به صورت نظر به جسامت شروع به ترسب میکنه وقتی سرعت زیاد است انتقال میکنه یک جایی سرعت آب کم شد مقدار آب کم شد ایو ماست دستا رسوب میکنه در ابتدا مواد بزرگ دانه مانند جغل سنگ رسوب میکند اول کلانا رسوب میکنه گرنگ است دست فیزیک میفهمیم و بعدا مواد خرد دانه به حرکت ادامه میده در جای دیگر سنگ ها و در اخیر ریگ میده تنشین میشه اول سنگ های کلان یعنی با بستر دریا شما برین آخر اول سنگای کلان است باز میده باز ریک و زمانی که آب تبخیر گردد مواد منحل ذرات بسیار کوچک رسوب میکنه و انواع مختلف سنگ و طبقات راسبه را به وجود می آورد این سه گپ ما شما فهمیدیم که توسط فعالیت جیولوژیکی آب صورت میگیره خب این فعالیت جولوجیکی چی بود آبهای سطحی بود آبهای سطحی آبایی که در روی زمین است از کجا میشه از اتمسفر میباره که یا از امی خود بارندگی هم چشمه ها را تقویت میکنه هم برف هم یخ ها که اینا در مجموع می آبای سطح زمین و آب سطح زمین سه فعالیت میکنه تخریب انتقال و رسوب که در موردش ما شما فهمیدیم اما این آب های زیر زمینی چه فعالیت ها میکنه خوب است که به درس بعدی بانیم تشکر که در سار تقیب میکنین زیادتر با. بخورین کل مزامین رو تهیه کردیم از کلش استفاده کرده برین هدف ما و شما فقط جهاد علمی هست دیگه سنفیتان خبر کنین در سال دس دست به دست بسازین افغانستان با دیگه هر شاگرد افغان که در سنف بی غیرت ترین انسان زمین است یادش باشه چون کل در سال دیگه ما ماده ساخته این بحانه در کار نیست صد دفعه بی هزار دفعه بی بی اگه نمیفهمی غیرت داری اگه بی غیرت استی در جمله ما نیستی اینجا گروپ با غیرت ها متحد با وطن فدایی وطن هستن که از طریق درس میخواین وطنه بسازن. دوستتان دارم. خدا یارو یاورتان باد.